با درود و سلام بر همیهنان عزیز و درود بر آقای بهبهانی عزیز و تشکر از ایشون که این افتخار رو من میدن که با شما همیهنان عزیز یک بار دیگه رو در رو صحبت کنم. عرض کنم حضورتون بر امروز سه‌شنبه 4 اردیبهشت 1397 و 24 آوریل 2018 است، ببخشید، و 407 برنامه از 8 سال این برنامه رو حضورتون تقدیم میکنم و با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم شروع میکنم. و بعد خدمت رو عرض کنم این برنامه دو هفته پیش درباره همین استرس و بیماری هایی که استرس میتونه تولید بکنه اینا بود، بیماری های نگران کننده. دوستان عزیز، چند تا دوستان محبت کردن از طریق مسنجر برای من یه پیغامایی فرستادن که جالب بود، ولی متاسفانه از رو مسنجر نمیتونم کپی کنم چاپ کنم، بلد نیستم. ولی یکی از دوستان یک کارتون نقاشی جالبی فرستاده بود، نوشته بود درمان استرس برای مردها ماساژ، یه نفر داشت آقای رو ماساژ ساتوری میداد و برای زنها پاساژ یه خانمی خرید کرده بود. و یه دوست عزیزی هم به من این رو به من داد، گفتش که اینو بچرخون اینجوری، رو انگشتت نگه دار و روی انگشت اینجوری نگه دار بچرخون، این استرس تو کم میکنه. والا ما این کار کردیم، ولی دیدیم همین نگه داشتن این روی یه دونه انگشت خودش استرس تولید میکنه. در صورت از محبت دوستان بی نهایت متشکر هستم و طبق معمول همیشگی اول دو تا بانوی شهیر ایرانی رو حضورتون معرفی میکنم که اولیش رو از مجله شهروند هم در تورنتو هم در دالاس منتشر میشه. این از مجله شهروند کش رفتم و دومیش هم بعدا بهتون میگم از کجا. بله، شهروند میگه که در شهروند ستونی به معرفی ایرانیان موفق و دستاوردهایشان در ادبیات، ورزش، هنر، علم، سیاست و حرفه تخصصیشان در هر گوشه جهان، حتی در ایران، اختصاص داده شده است. میدانیم که خبر بسیاری از موفقیت‌ها به رسانه‌ها راه پیدا نمی‌کند و تنها در جمع کوچک خانواده و آشنایان عنوان می‌شود. پس اگر فرد موفقی در اطراف خود میشناسید لطفاً به ما معرفی کنید. ما به دنبال مشهورترین ها نیستیم. اتفاقاً یکی از اهدافمان این است که بتوانیم آنها را که تاکنون تلاش و خلاقیت و استعدادشان تغییری در زندگی خود و یا دیگران به وجود آورده ولی دیده نشده اند به دیگران معرفی کنیم. در شماره های گذشته مهوش ثابت، آوا هما، سمیرامیسکیا، سونا مقدم، مهدی رزانیا، مریم حفیظی راد، سارا رحیمی، سعید ولدبیگی، نسرین متحده، سوسن رشیدی، بامداد اسماعیلی، اسمت صوفیه، کامران وفا، یارا شهیدی، سایه اسکای، مهران انوری، گلریز قهرمان، وحید رجبلو، شکوفه آذر، زهرا نعمتی، مریم نازمی، مهسا قربانی، مینو اخترزند، بهروز بوچانی و آرش کمالی سروستانی را معرفی کرد. این هفته با بیتا دریاباری از چهره های فعال در حوزه فرهنگ و ادب ساکن آمریکا آشنا می شوید. بیتا دریاباری بنیانگذار مرکز برابری پارس و جایزه ادبی بیتا و حامی مالی برنامه های ایرانشناسی دانشگاه استنفورد و دانشگاه کمبریج است.
بیتا بهار سال 1348 در تهران از پدری دندانپزشک و مادری خانه‌دار به دنیا آمد. کودکی و نوجوانیش با خواندن ادبیات فارسی به ویژه اشعار رومی گذشت. بیتا میگوید خانواده من فرهنگ دوستند و با زنده یادان محمد معین و محمد علی امیر جاهد خیشاوندی داریم. اینها مرا به فرهنگ و هنر از دوره کودکی علاقمند کرد. با وقوع جنگ در 16 سالگی ایران را به مقصد آمریکا ترک کرد و دبیرستان را در ایالت میزوری ادامه داد و بعد به دانشگاه ایالتی کالیفرنیا رفت. در رشته علوم کامپیوتر از این دانشگاه فارغ التحصیل شد و فوق لیسانسش را در رشته مدیریت ارتباطات از دانشگاه گلدن گیت سان فرانسیسکو دریافت کرد. بیتا در سال 1991 با امید کردستانی، بیزنسمن صنعت فناوری، مدیر فعلی توییتر ازدواج کرد. آنها در سال 2008 جدا شدند. در نتیجه بیتا بخش بزرگی از سهام کردستانی در گوگل را به دست آورد و در سال 2009 دریاباری با رضا مالک ازدواج کرد. ما حالا فهمیدیم چرا اختر ما از ما جدا نمیشه، چون نه تنها چیزی گیرش نمیاد، یه چیزی هم باید دستی بده. بیتا یکی از چهره‌های موفق و مطرح سیلیکون ولی، مرکز تجمع شرکت‌های فناوری در جنوب شرقی سان فرانسیسکو به شمار می‌رود. اما او هرگز پیوند خود را با فرهنگ فارسی قطع نکرده و بخشی از ثروتش را صرف فرهنگ و ادب ایرانی می‌کند. بیتا بنیاد وقف بیتا دریاباری را با هدف بکارگیری اساتید برجسته ادبیات فارسی در دانشگاه استنفورد آمریکا تأسیس کرد. او در سال 2008 حامی مالی استخدام استاد تمام وقت ادبیات فارسی در این دانشگاه شد و بودجه مالی پژوهش ایرانشناسی برای کنفرانس ها و تدریس زبان فارسی را بر عهده گرفت. بیتا دریاباری در سال 2008 همچنین جایزه ادبی بیتا را تأسیس کرد که این جایزه سالانه به نویسندگان فارسی زبان اهدا می شود. شهرنوش فارسی پور، گلی ترقی و مهشید امیرشاهی از جمله دریافت کنندگان این جایزه هستند. دریاباری همچنین 2 میلیون دلار برای گسترش مطالعات شاهنامه به بخش ایرانشناسی دانشگاه کمبریج انگلستان هدیه کرد. من عکسشون رو جداگونه چاپ کردم ولی یادم رفت. بله، این عکس این بیتا خانم عزیز ماست. بیتا در این باره میگوید قرار است همه نسخه های شاهنامه از سراسر جهان گردآوری شود و پس از پژوهش به صورت رایگان روی اینترنت منتشر شود. فعالیت‌های فرهنگی دریاباری به حمایت از مطالعات ایرانشناسی محدود نمی‌شود. او بنیاد برابری پارس اکوالیتی سنتر را در سال 2010 در جهت حمایت از آمریکایی‌های ایرانی الاصل، شامل مهاجرین، پناهندگان و کسانی که در آمریکا به دنیا آمدند تأسیس کرد. او همچنین با هدف پشتیبانی از حقوق زنان فلسطینی، بنیاد زن نمونه را در کرانه باختری رود اردن تأسیس کرد. دریاباری در افغانستان، پاکستان و بنگلادش نیز مدارس مجهز دخترانه متعددی به منظور توانمندسازی زنان احساس کرده است. دریاباری
از زنان تأثیرگذار ایرانی در حوزه توانمندسازی زنان و پژوهش فرهنگ و هنر ایران و جهان است. خدمات بیتا با جوایز و تقدیرنامه‌های جهانی به دیده گرفته شده، از جمله جایزه خدمات عمومی سازمان ملل در سال 2011 و جایزه Medal of Honor در سال 2013 و جایزه آخرین جایزه او، جایزه World Affair Council Honorary of the Year در سال 2015. بعد این اولین بانی بود که حضورتون معرفی میکنم. بعد بعد این بانو رو از مجله هفته مونترال خدمتتون معرفی میکنم. هم هفته و هم شهروند رو میتونید روی انترنت بخونید. شهروند بزنید شهروند، روی گوگل هفته هم بزنید هفته، میتونید اینا رو روی انترنت بخونید. اینجا یه قسمتی از این مقاله است، میگه در این میان اما باید به نامی اشاره کرد که تاریخ محیط زیست ایران نمیتواند هیچگاه آن را از یاد ببرد. محلقا ملاح، متولد 1296 شمسی، مشهور به مادر محیط زیست ایران که همه عمر و زندگی خود را وقف محیط زیست ایران کرده است. او نزدیک به یک قرن است که همه زباله های تری که تولید کرده را با هدف تبدیل به کود برای گیاهان در گودالی در حیات منزلش جمع می کند. این فعال محیط زیست که از ساکنان قدیمی تهران است و در خانواده ای تربیت شده که زباله تولید نکردن برایشان اهمیت ویژه‌ای داشته است، چندی پیش در گفتگوی با خبرگزاری مهر درباره خودش چنین گفت: من در خانواده بزرگ شدم که مادر خانواده فعال محیط زیست بود. در خانه ما زباله‌ای تولید نمی‌شد. مادرم قبل از من به این موضوع بسیار اهمیت می‌داد و هیچ وقت زباله بیرون نمی‌گذاشت. هر فردی در هر خانواده راه حلی برای بازیافت زباله‌اش پیدا می‌کرد. غذا را به اندازه تعداد و میزان خوراک افراد خانواده تهیه می‌کردیم که اضافه نیاید و مجبور به دور ریختن آن نشویم. حتی یک غذا را دو وعده نخوریم، چون باقی مانده غذا را به همسایه می‌دادیم. آن بخشی را که می‌توانست خودش می‌خورد و آنچه که اضافه می‌آمد به بوزی که داشت می‌داد. برخی از باقی مانده مواد غذایی را به مرغ و جوجه ها می دادیم. از کاغذ و پلاستیک هم خیلی استفاده نمی کردیم. هنوز هم از بطری های پلاستیکی استفاده نمی کنیم. همیشه موقع خرید ساک پارچه ای همراه داشتم و البته دیگران را هم برای این کار تشویق می کردم. ملاح را باید از آن آدم هایی دانست که برای به بار نشستن کاری که به آن اعتقاد دارد منتظر دیگران نمی شود. او در هر فرصتی درباره ضرورت تفکیک زباله تر و خشک در خانه با دوست، آشنا، همسایه و غریبه صحبت می کند و برای معلم های مدارس دوره های آموزشی برقرار می کند. ملاح از پیشکسوتان طرح تفکیک زباله از مبدأ در تهران است و کمک های زیادی به شهرداری کرد تا طرح جمع‌آوری زباله خشک در تهران اجرا شود. او معتقد است بانوان به عنوان مربیان فطری جامعه بشری می توانند مهمترین نقش را در حفاظت از محیط زیست داشته باشند. گفتنی است که محلقا ملاح در خانواده فرهیخته و پیشرو زندگی می کرد. پس از فارغ التحصیلی در رشته فلسفه لیسانس و علوم اجتماعی، فوق لیسانس را از دانشگاه تهران گرفت و راهی فرانسه شد تا برای تکمیل تحصیلات دوره دکترای خود در دانشگاه سوربن مشغول شود.
او پس از بازگشت به ایران به عنوان کارمند کتابخانه دانشگاه تهران و سپس ریاست کتابخانه مؤسسه تحقیقات روانشناسی فعالیت‌های چشمگیری داشت تا اینکه در سال 1373 با مشارکت همسرش و چند استاد دانشگاه علاقمند به محیط زیست سازمان غیر دولتی زیست محیطی جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست را تأسیس کرد. این هم عکس این بانوی هموطن ماست و در اینجا درود می‌فرستیم به همه بانوان هموطنمون، چه اونهایی که موفق شدند و چه اونهایی که تعصب نذاشت موفق بشن. خب یک دوست عزیزی میگفت، حالا ما عطسه کردیم این یادم اومد، یک دوست عزیزی میگفت تو همش یا دستمال دستته یا چای میخوری. عرض کنم حضورتون دستمال که میبخشید، نه از عوارض جوانیه. همطور که عرض کردم من دو سه هفته پیشم که نمونیا گرفته بودم هنوز آثارش هست، با اینکه این همه هم آنتی‌بیوتیک خوردیم اگر بیماری ما رو نکشت حداقل داروها ما رو نیمه جون کرد. بس دستمال دست خودم نیست، ببخشید. چای رو هم برای این خورم که یکم کف بزنم گلوم میگیره، خوش میشه. برای هر دو از شما معذرت میخوام، پوزش میطلبم، به بزرگواری خودتون ببخشید. خب عرض کنم حضورتون برنامه امروز ما هم یک ساعت طول نمیکشه، چون ما این سه چهار روز گذشته وضعم خیلی خراب بود. با هزار بدبختی خودم رو برای امروز آماده کردم. عرض کنم حضورتون امروز درباره مشکلاتی که برای سر استخوان مفصل ران پیش میاد صحبت کنم، چون یکی از دوستان، یکی از آشنایان یکی از دوستان توی خونه خودش پاش گیر کرده بود به فرش و افتاده بود و سر استخوان ران شکسته بود. خوشبختانه اینجا یک دستگاه هایی هست که میندازن گردنشون و وقتی که برای افراد سال خورده فکر کنم مایی حدود 20 تا 30 دلاره و اگر کسی احتیاج داشته باشه، دوچار کسی دوروبرش نباشه، کسی احتیاج داشته باشه، اونو فشار میده، دگمش رو فشار میده و اون علامت میفرسته به مرکزی که مسئول این دستگاهه و اونا بلافاصله به کمک شخص میان و اومده بودن و کمکش کرده بودن و بردنش بیمارستان و هم بردن عکس برداری که کردن شکستگی که مشخص شد، صبح روز بعدش عملش کردن. اینجا اگر کسی مشکل بهداشت سلامتی داشته باشه و بیمارستان مشکل رابطه قبول شدن در بیمارستانه و به محض اینکه قبول شد بعدش دیگه حسابی بهش میرسن و این عمل جراحی، حتی جراحی بزرگ قلب، اینا همش مجانیه، ولی مشکل اینه که تا قبل از اینکه بری وارد سیستم بشی. بعد برای همین خواستن یک درباره مشکلاتی که برای این مفصل پیش میاد خدمتتون عرایضی بکنم و برای این اول یک کمی از آناتومی لگن با شما صحبت کنم. همینطور که تو این عکس میبینید این لگن خاصره یا به اصطلاح بهش میگیم لگن، یک قسمتی از اسکلت بدنه که بین ستون مهره‌ها و استخوان‌های ران قرار داده. این لگن از کنار هم قرار گرفتن سه تا استخوان تشکیل شده. در هر طرف اون یک استخوان بزرگ که بهش میگن استخوان بینام قرار داره و خود استخوان بینام از سه قسمت ایلیوم، ایسکیوم و پوبیس تشکیل شده.
بعد پشت لگن استخوان خارجی یا ساکروم قرار داره و این لگن خاصره حد فاصل ستون مهره ها و استخوان های رانه و در درون اون ارگان هایی مثل مثانه، راست روده، دستگاه تناسلی، عروق و اعصاب مهمی قرار داره. حفره استابولوم که جزء بالایی مفصل رانه قسمتی از لگن خاصره است. حالا اینو میذاریم کنار، بریم روی یک عکس دیگه. چرا این عکس رو به شما نشون میدم؟ به خاطر اینکه میبینید سر استخوان ران، این قسمت از استخوان از سه نوع ساختمان استخوانی تشکیل شده. اون قسمتی که میره توی لگن، توی استابولوم، جنسش خیلی سخته. بعد یکمی که میایین پایین تر، همینطور که میبینین استخوان اسفنجیه و بعد از پایین استخوان اسفنجی استخوان تو خالیه ولی سخته. مشکل اینجاست که در افرادی که در بانوان بیشتر مشکل هورمونی هم میتونه دخالت داشته باشه، ولی در سن بالا مخصوصا اگر بدی تغذیه هم وجود داشته باشه، افراد دچار پوکی استخوان میشن و این استخوانی که خودش دژا پوک هست، یعنی اسفنجی هست، حالا اگر اون ساختمانش هم دچار ضعف بشه، خب حتی با یک لیز خوردن توی خونه و افتادن روی فرش هم میتونه این استخوان بشکنه. و حتی دیده شده که یک شخص مسنی که داشته با پزشکش صحبت میکرده، ایستاده بوده تو مطب پزشک، در همون حالتی که ایستاده بوده ممکنه این استخوان شکسته بشه، بشکنه. چون این استخوان سه جور ساختمون داره، در صورت شکستن هم الان میگم ولی بعدن هم مختصر تمام مشکلات رو مختصر خدمت رو عرض میکنم، چون اگر بخوایم هر کدومش رو کامل بگیم چندین برنامه میشه. بعد اگر اون قسمتی که سخت مال سر استخوان را، اگر اون قسمت شکسته بشه، یه به صورت یک کره شکسته بشه، اون جوش خوردن نداره، جوش نمیخوره، باید اون سر مفصل مصنوعی بذارن و اون سر استخوان ران رو عوض کنن که میاد میره توی استخوان ران و اونجا فیکس میشه. اگر اون قسمت اسفنجی شکسته باشه، خب میخ میذارن، بهش میگن هیپ نیلینگ میکنن و اون جوش میخوره. و خب اگرم پایین تر هم باشه، اصلا میشه بعض وقتا کاملا اون قسمت رو بر میدارن و یک پروتز کامل میذارن. پروتز کامل یعنی هم قسمت داخل استابلوم مصنوعیه و هم سر استخوان ران که اون تو میره مصنوعیه. اینجا این عمل خیلی زیاد انجام میشه، همینطور عمل تعویض مفصل زانو. میگم خیلی زیاد انجام میشه، ولی اگر اورژانس نباشه ممکنه یک سال یا شاید هم بیشتر طول بکشه، بستگی به شهر و بیمارستان و اینا داره. خب بریم سر اصل مطلب. این مفصل رانی لگنی یک مفصلیه که همونطور که نشون دادم استخوان ران رو به لگن وصل میکنه. این یک مفصل عمیقه و تورم اگر پیدا بکنه تورمش دیده نمیشه و به صورت متمرکز در محل احساس نمیشه، ولی میتونیم به طریق مختلفی این تورم مفصلی رو احساس کنیم. اولیش درد در ناحیه کشاله ران. گاهی درد در ران به عقب ران کشیده میشه. بعد شخص ممکنه دچار لنگیدن بشه و احساس کشیدگی
و سختی حرکات در عضلات ران در بعضی از حرکات ها رو حس بکنیم. حالا علل این تورم چیا میتونه باشه؟ میتونه اولیش میتونه بورسیت مفصلی رانی لگنی باشه که میتونه بر اثر شروع یک ورزش سنگین و بدون عادت و بدون و طولانی تولید بشه و حتی میتونه با عادت هم باشه ولی شخص خودش رو گرم نکرده باشه، مفصل و عضلات رو آماده نکرده باشه و یک ورزش سنگین طولانی بکنه، این مسئله پیش بیاد. این مشکل خطرناک نیست. شکستگی در ناحیه مفصلی، همونطور که گفتم این مشکل بسیار مهمیه و در نزد اشخاص مسن حتی هم بر اثر یک ضربه سبک، افتادن سبک در خونه هم پیش میاد. بعد آرتروزه. آرتروز یعنی پر شدن فاصله بین مفاصل. این پر شدن طبیعیه، یعنی فاصله بین مفاصل کم میشه، مفصلها به هم نزدیکتر میشن. این از حدود 50 سالگی احساس میشه و باعث میشه که یک رشد غیر طبیعی در سطح مفصل و یا یک رشد و یا غیر طبیعی بودن مادرزادی بدن، یعنی یک مشکلی در پستور بدن باشه تولید میشه و این میتونه ارثی باشه و تولید آرتروز در سنین جوانتر هم بکنه. یکی از دلایل دیگه که ننوشتم ولی خدمت عرض کنم اینه که اندام تحتانی، یعنی از سر استخوان ران تا مفصل استخوان تیبیا با کالکانیوم پاشنه پا در دو طرف یکسان نیست. به ندرت پیدا میشه که یک هر دو طرفش یکسان باشه، معمولا یک طرفش چند میلیمتر کوتاه‌تره. در نتیجه اون پایی که چند میلیمتر کوتاه‌تره اون قسمت بدن سنگین‌تره و فشار بیشتری روی مفاصل وارد میکنه و اون قسمتی که بلندتره اون قسمت وزنش کمتره ولی اون شوک‌های میکروشوک‌هایی که هنگام راه رفتن یا دویدن بهش وارد میشه بیشتر از اون طرفه، چون بلندتره ضربات بیشتری رو تحمل میکنه. اون هم میتونه در سنون بعد از 50 سالگی باعث آرتروز بشه، درد و اینا هم بشه. بعدش میریم سراغ بیماری های آرتریتی. اول از همه آرتریت روماتویده. این از بیماری هاییه که تولید تورم مفصلی میکنه و معمولا چند تا مفصل همزمان مورد حمله بیماری قرار میگیرن. بعدش نوبت میرسه به آرتریت سمی. این آرتریت سمی یک عفونتیه که بر اثر ورود باکتری ها از طریق خون به مفصل رانی لگنی حمله میکنن. البته اینجا ما چون قسمت رانی لگنیه اینا به مفاصل دیگر هم میتونن حمله کنن، تنها این مفصل نیست. بعد میریم سراغ بیماری های بدتر، میرسه نوبت به سرطان، غده های سرطانی استخوان و یا غده های ثانویه یعنی متاستاز ها میتونند استخوان ران رو از در ناحیه مفصلی مورد حمله قرار بدن. چند راهنمایی: اگر این درد بر اثر ورزش های بدنی سنگین و ناگهانی، یعنی بدون اینکه بدن رو گرم کنی آماده کنی این درد پیش بیاد،
میتونید از قرص های آنتی انفلاماتوار، یعنی مثلا دو تا تایلنول 325 میلی گرمی هر 4 ساعت یک بار میل کنید، ولی بیشتر از 4 گرم نخورید. استفاده از کیسه یخ که در حوله پیچیده شده به مدت 20 تا 30 دقیقه چندین بار در روز کمک میکنه. از گرما درمانی استفاده نکنید چون تورم رو بیشتر میکنه. این رو خدمت عرض کنم، این راهنمایی فقط برای موقعیه که این درد بر اثر یک ورزش سنگین پیش آمده. بعدا توضیح خواهم داد. بله، از آوردن فشار روی مفصلی که دردناکه خودداری کنید. حالا هر مفصلی میخواد باشه، مخصوصا در اینجا در مفصل رانی لگنی، و از چوب زیر بغل و عصا استفاده کنید که به مفصل فشار وارد نشه. برای پیشگیری از شکستگی افراد مسن باید خیلی مواظب باشن. داروهاشون رو طبق نسخه پزشک و مقدار و عنوان نوشته شده مصرف کنن. منظورم از عنوان نوشته شده اینه که اگر نوشته شده ظهر همراه با غذا قرص رو بخورید، این رو عوضش نکنید. مثلا یا بدون غذا بخورید یا نخورید اصلا. و همینطور از فرشای کوچیکی که فرشایی که لیزه، امکان داره که لیز بخورین یا پاتون بهش گیر کنه بیفتین، از اینا تو خونتون نداشته باشین، استفاده نکنین. برای افراد مهم، برای افراد مسن در راه روها دستگیره نصب بشه که بتونن دستشون رو بگیرن و راه برن. و همینطور در حمام دستگیره های مخصوصی وجود داشته باشه که کفوش های ضد لیز خوردن داشته باشه، که این شخص وقتی میره توی وان حمام لیز نخوره و موقع نشستن یا ایستادن بتونه دستش به اون میله‌ای که نصب کردن برای اون بگیره بلند بشه که لیز نخوره. همینطور یک کفشای مخصوصی هست که زیرش اینجا بهش میگن آنتی دراپان، یعنی لیز نمیخوره. از این کفشا بپوشن. روش هم من اتفاقا داشت آوردم ولی یادم رفت نشون بدم، تو ماشینم مونده. این روش مثل برودیل دوزی شده است، نخیه، زیرش لاستیک ضد لیز خوردنه. اینها باعث میشه که شخص لیز نخوره. این برای افراد دیابتیک هم که حمام میرن، این اگر از این استفاده کنن خیلی بهتره، چون امکان این که پاشون زخمی بشه خیلی کمتر میشه. ببخشید. بعد یک اشیا رو هم توی سطحی بذارن که دسترسی بهش آسون باشه. توی یک کلیپی میدیدم که در ساختمان‌های جدید مثلا میز میاد بالا میره پایین، یا چراغ آشپزی، اون شعله های آشپزی بالا پایین میره، صندلی ها بالا پایین میره. اینها خیلی خوبه که شخص دسترسی داشته، مجبور نباشه رونو که پا بلند بشه، یا اینکه یه چارپایه زیر پاش بذاره که اون چارپایه اگر بیفته پدر استخون رو در بیاره. اون چارپایه ها امکان افتادن رو خیلی زیاد میکنه. و افراد مسن که دچار مشکل مفصل رانی هستند، درد و تورم مفصل رانی دارن، بهتره در جاهای زندگی کنن که احتیاج نداشته باشه از پله بالا و پایین برن. عرض کنم حضورتون، حالا چه موقعی باید به پزشک مراجعه بشه؟ وقتی که احساس درد در ناحیه کشاله ران دارید.
اگر موقع راه رفتن میلنگید. وقتی که پس از فعالیت ورزشی احساس درد کردین و این درد بیشتر از پس از 48 ساعت کمتر نشد، یعنی کیسه یخ گذاشتین، قرصرم خوردین، ولی بعد از 48 ساعت دیدین درد کم نشد، معطلش نکنین، برید بیمارستان، چون به پزشک مراجعه کنید، بعد پزشک عکس برداری بنویسه، بعد به بیمارستان برید تا نوبتتون بشه دو سه روز طول میکشه. ولی در این مواقع یک راست برید اورژانس بیمارستان، اونجا بلا فاصله براتون عکس برداری میکنن. وقتی که دچار ضربه شدین، یعنی یا تصادف کردین یا افتادین، اونم معطلش نکنید، درد دارین معطلش نکنید، آمبولانس خبر کنید و برید بیمارستان. اینجا از برای افراد 65 سال به بالا آمبولانس مجانیه، ولی برای افراد کمتر از 65 سال به بالا بستگی به فاصله منزل شخص تا بیمارستان آمبولانس شما رو چارج میکنه، یعنی همون دقیقه نه، ولی چند روز بعدش فاکتورش میاد در خونتون. ولی اونم اگر آمبولانس بیاد و اون متخصصین آمبولانس که توی آمبولانس هستن بیان شما رو ببینن و کمکتون بکنن، اگر شما رو نذارن توی آمبولانس اونم مجانیه. پس در ببینید اگه در محلی که هستید این سرویس ها هست، در صورت لزوم استفاده کنین و فکر این که پولش زیاد میشه رو نکنین. حالا شما رفتین پلوی پزشکتون یه سری سوال از شما میکنه، سوالاتی که لازمه و امتحانات کلینیکی لازمه رو انجام میده و ممکنه تقاضای عکس برداری از لگن و مفصل رانی لگنی بکنه. معمولا از لگن میگیرن چون دو طرف رو با هم مقایسه کنن. بعد عکس برداری، تقاضای عکس برداری میکنه تا مطمئن بشه که شکستگی وجود نداره. این هم خدمت رو عرض کنم، بعضی مواقع بعضی شکستگی ها بعضی مواقع 48 ساعت بعد مشخص میشه که اینجا شکستگی داشته یا نداشته. یعنی ممکنه شخص شکستگی سر استخوان ران رو داشته باشه ولی عکس اولیه اون شکستگی رو مشخص نکنه. حالا بریم سراغ درمان ها. اگر بورسیت مفصلی دارین، پزشکتون به شما بستگی به وضع بیمار داروی ضد تورم میده، داروهای از داروهای آنتی انفلاماتوار استفاده میکنه و میگه استراحت کنین، کمپرس با یخ بذارین و اگر بهتر نشد اون وقت پزشک تجویز میکنه که کورتیزون در مفصل تزریق بشه. امروزه تزریق کورتیزون در مفصل رو بیشتر اینجا البته در سرویس های رادیولوژی با اکوگرافی انجام میشه. یعنی روی اون دستگاه اکوگراف یک وسیله هست که اون سرنگ حاوی کورتیزون روی اون وسیله نصب میشه و اون نگاه میکنه و مفصل رو اونجایی که باید تزریق بکنه، سوزن وارد اون ناحیه میشه، ناحیه بین مفصلی میشه و کورتیزون تزریق میشه. معمولا برای 6 ماه، یعنی درد احساس نمیشه، بعد از 6 ماه احتمال اینکه دوباره دردها شروع بشند هست. اگر استخوان شکستگی داشته باشه، عمل جراحی برای ترمیم محل شکستگی و یا تعویض سر استخوان ران ضروریه، همونطور که اول عرض کردم.
و امکان این که عمل به خوبی انجام بشه و بعد شخص باز دچار لنگیدن باشه هست. نه همیشه، ولی امکانش هست. حالا اگر آرتروز و یا بیماری‌های تورمی مفصل وجود داره، پزشک معمولاً از داروهای ضد تورم استفاده می‌کنه. ممکنه برای مدتی به شما پیشنهاد کنه که از چوب زیر بغل یا عصا استفاده کنید که مفصل بتونه آرامش داشته باشه و بهبودی خودشو به دست بیاره. ممکنه که از بیمار تقاضا بشه که بعضی از صفات زندگیش رو عوض کنه. مثلا به جای تند راه رفتن قدم‌های کوتاه برداره و از پله استفاده نکنه. و آخرین اقدام عمل جراحی و تعویض سر استخوان ران، یعنی یک پروتز کامل هم داخل لگن و هم سر استخوان ران، پروتز کامل این عوض میشه. حالا بریم سراغ آرتریت های سمی. درمان با آنتیبیوتیک و همینطور عمل جراحی برای تخلیه عفونت لازمه. امکان این که تخریب مفصل سالها بعد از عفونت انجام بشه هم هست که باید تعویض مفصل با پروتز کامل سر استخوان ران و محل ورود اون در استخوان لگن انجام بشه. این که البته گفتم عفونت ممکنه بعد از سالها باشه، فقط برای سر استخوان ران نیست، برای همه مفاصلی که دچار عفونت شدن ممکنه سالها بعد این آرتریت های سمی باعث بشن که مفصل تخریب بشه، خراب بشه. بعد اگر غده وجود داره، بر حسب محل عمل جراحی، رادیوتراپی و یا شیمیوتراپی لازم میشه. بعضی وقتا امکان داره که دو تاش یا سه تاش با هم انجام بشه. مشکلات مفصل رانی لگنی در کودکان یک مشکل بزرگ پزشکی اورژانسه. کودکی که دچار مشکل شده احساس درد در ناحیه کشاله ران داره، میلنگه، احساس سختی در عضلات ران و حتی درد در زانو داره و اندام تحتانی مربوطه رو کمی تا شده نگه میداره، یعنی پا رو صاف نیست، پا رو تا شده نگه میداره از زانو. عرض کنم حضورتون ممکنه که اصلا اون پا رو تکون نده، حرکت نده و یا اصلا راه نره، قبول نکنه که راه بره از شدت ناراحتی. در این صورت باید بلا فاصله و بدون از دست دادن وقت به بیمارستان مراجعه کرد. یک پرانتز اینجا باز کنم، در اینطور مواقع به هیچ وجه به حرف هیچ کس گوش ندین که حالا بچه خسته است یا مثلا استراحت کنه خوب میشه، یه آسپرین بچه بهش بده. هیچ وقت آسپرین به بچه ندین، یا مثلا تایلنول بهش بده. اینطور مواقع بلا فاصله به این بیمارستان که بتونین از بهترین درمان ها استفاده کنین. امکان داره که یک آرتریت سمی تولید شده باشه که باکتری در مفصل منزل کرده. عمل جراحی برای تخلیه عفونت و جلوگیری از تخریب مفصلی لازمه. همینطور از آنتیبیوتیک ها استفاده میشه. البته آنتیبیوتیک ها رو اول شروع میکنن و بعد آنتیبیوگرام میکنن ببینن چه آنتیبیوتیکی روش بیشتر موثره. حتی امکان داره که در مدت
درمان چندین آنتیبیوگرام انجام بشه و چندین آنتیبیوتیک عوض بشه، بستگی به میزان عفونت داره. بله، این مشکل اگر درمان نشه عواقب بسیار وخیمی مثل تخریب قسمت هایی از مفصل و لنگیدن دائمی به همراه خواهد داشت. ببخشید باز. عفونت این مفصل معمولا در 4 سال اول زندگی پیش میاد. اگر این علائم چند هفته پس از یک گریپ یا سرماخوردگی پیش بیاد، ممکنه که بر اثر یک سینوویت باشه، یعنی تورم غشاء پوشاننده روی مفصل. معمولا چند روز طول میکشه و اهمیت نداره، ولی اهمیت نداره دلیل نمیشه که به پزشک مراجعه نشه، باید بلا فاصله به پزشک مراجعه بشه. معمولا استراحت کامل و داروی ضد تورم برای حدود 10 روز لازمه. یک بیماری کمیاب دیگه که در نزد کودکان 4 تا 8 ساله دیده میشه بهش میگن بیماری لگ پرت کیو. این تورم قضروف و استخون مفصلیه که در اکثر مواقع احتیاج به فیزیوتراپی داره، احتیاج به کفی پزشکی داره و احتیاج به استراحت در تخت خواب. در مواقع شدید باز هم عمل جراحی برای ترمیم دفورماسیون لازم میشه. بین 11 تا 14 سالگی نوجوانا میتونن از لیز خوردن اپیفیزر، یعنی سر استخوان ران، از روی اون پلاک قضروفی که باعث رشد استخوان میشه کنده میشه. این مشکلیه که در نوجوانان خیلی چاق پیش میاد و امکان این که یک جراحی ترمیمی برای جلوگیری از لنگیدن و سختی مفصل لازم باشه زیاده. خب عرض کنم حضورتون، گفتم بعدن بهتون میگم. یک مطلب بسیار مهم اینه که اگر شخص تب داره، مخصوصا اگر کودکه که این دردها رو داره و تب هم داره، مطلقاً بهش داروی ضد تب ندین، چون که مقدار تب بیمار برای تشخیص برای پزشک بسیار مهمه. پس قبل از اینکه خود درمانی کنید بهتره که با پزشک مشورت کنید که دچار مشکلات دیگری نشید. البته میدونم پدر مادرایی هستن در اینجا که میگه من حوصله ندارم 8 ساعت 10 ساعت تو بیمارستان بشینم تا نوبتم بشه. ولی آیا حوصله دارین که بچه‌تون تا آخر عمر مشکل راه رفتن داشته باشه؟ پدر مادر افرادی مثل بنده در 70 سال پیش این امکانات رو نداشتن. با این حال هیچ وقت از سلامتی ما کم نذاشتن، رفتن زحمت کشیدن، صبر کردن، ما رو بزرگ کردن و ما این رو به بچه هامون و به نوه هامون مدیونیم. خب طبق معمول یه به پایان رسید این دفتر، حکایت همچنان باقی. وقت ما تموم شد و برنامه رو با شعار پایان برنامه
که به قول شاعر تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد به پایان میبریم. و اگر موضوع خاصی رو خواستید که براتون صحبت بکنم، لطف کنید ایمیل کنید یا تلفن بزنید. من زیاد به چیزای چی میگن اون که عکس موشک کاغذی داره اینا، اسمش هم بلد نیستم، اونا رو زیاد بلد نیستم. مسنجری هم اینقدر مساج میاد که همه رو نمیبینم. اگر میخواستید لطف کنید یا ایمیل کنید یا تلفن بزنید، در خدمت شما هستم. اگر عمری باقی بود، در هفته و هفته های آینده هم در حضور شما عزیزان خواهم بود. روز و روزگار به شما خوش، و تا هفته و هفته های آینده شما رو به خدا می سپارم. روز بخیر.